وقتتون بخیر جناب مدرس. سران ناتو موضع بسیار تندی در قبال روسیه، چین و جمهوری اسلامی اتخاذ کردند. دلیل تند شدن لحنشون رو در چه میدونید؟ وقتتون بخیر خانم قیاسی گرامی. ما باید به دو مسئله دقت کنیم راجع به این نشستی که ناتو داشت. اولا اینکه وقتی که نشست ناتو برگزار میشه با توجه به شهری که در اون قرار داره، یک بیانیه پایانی صادر میشه که این بیانیه پایانی امسال بیانیه واشنگتن نام داره. ولی وقتی که شما این رو با بیانیه خصوصا سال گذشته مقایسه میکنید، به این نتیجه میرسید که سال گذشته فشار بیشتری رو جبهه ناتو داشت سعی میکرد وارد کنه به جمهوری اسلامی، علارغم این که رفتارهای خصمانه جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرد، غنی‌سازی هسته‌ای افزایش پیدا کرده، کمک‌ها به روسیه افزایش پیدا کرده، ما و همچنین فعالیت‌ها و حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های اقماری خودش در به عنوان مثال یمن و محدوده دریای سرخ و تنگی باب المندب، در عراق، در سوریه، در لبنان، علارغم این که ما شاهد وقوع 7 اکتبر بودیم، امسال اتفاقا در این بیانیه پایانی به نوعی میشه گفت از شدت فشار بر جمهوری اسلامی کاستند و تنها معنی که این میتونه داشته باشه این هستش که ایالات متحده در حال یک سری مذاکرات غیر رسمی با جمهوری اسلامی هست که به نظر میرسه این مذاکرات در حال حاضر در عمان دارن پیش میرن و این تنها عاملی بوده که باعث شده از شدت فشار علنی و نمایان علیه جمهوری اسلامی بکاهند به نوعی میشه گفت و سعی کنن که این رو در قالب مذاکرات دنبال کنن. از سوی دیگه یکی از مهمترین مسائلی که امسال در نشست ناتو وجود داشت این بود که تمام فعالیت‌ها زیر سایه شبح آقای ترامپ رخ داد، کما اینکه به عنوان مثال یکی از مهمترین اولویت‌هایی که امسال در نشست ناتو وجود داشت این بود که بتونن یک مرکزی رو مستقر کنن در کشور آلمان برای اینکه هماهنگی‌های ارسال تجهیزات سلاح به اوکراین از اونجا بخواد انجام بشه، یعنی از اروپا انجام بده، چرا که میدونن احتمال اینکه آقای ترامپ بخواد ناتو رو ترک کنه کم خواهد بود، اما به نظر میرسه که از الان بدونن که سنگ اندازی هایی در مسیر خواهند داشت. مسئله ای که جمهوری اسلامی برای ناتو ایجاد کرده و اتفاقا همین باعث شده که بهش اشاره بشه به نوعی میشه گفت در این بیانیه پایانی، یک عدم توازن اقتصادی در جنگ هست، به این معنی که جمهوری اسلامی به عنوان مثال در همکاری با روسیه تجهیزات ارزان قیمت چند ده هزاری رو در اختیار روس‌ها داره قرار میده که برای ساقط کردن اینها نیاز هست به تجهیزاتی که قیمت اونها از چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار میتونه باشه. این عدم توازن اقتصادی چیزی هست که دیگه برای ناتو تحمل پذیر نیست و به نوعی میشه گفت که به این مسئله اشاره شد در بیانیه پایانی این نشست. سپاس از شما شاهین مدرس، پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی که از ایتالیا روم همراه ما بودید.